بیا 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 اینجا برو مرا برو اون بر بیا 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 بهت نگفتم میلاد بچه یتیمه نگفتم مادرش با بدبختی و رخشون داره خرج تشکیلشو میده بیا بیا بدبخت برو اون بر برو اون بر بفرم اینجا بیا صادق صندوق صندوق آقا بکن بیا صندوق آه بیا ساده سویچ موتور من برده یه دنبالم میلاد سوار شو بیا به خبر اینجا آقا شهرام غلام ساقی بردن کی برده؟ مسعود پهلوان برده نرسیده بودم تیکه تیکش کرده بود کجا برده؟ نمیدونم کجا رفت این ولی فقط رفت جمع نشید تو یلا خالی کن اینجا رو ببینم یلا خواهد من زدمش آقا خونش هم به هم ریختم اینم موادش هر جوری شما سلام میدین میگیم ما همون کارو کنیم بفرمایید بیا پایین شما بفرمایید مسعود خان برات دارم برو بفرمایید حالا یه روزی نامردی تو تلافی میکنه موتور من داشته باش میام ماشینت هم میخوای تعمیر بگیر تعمیر بگیر بفرمایید داشت ماباس إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایها الذین آمنوا خیلی خوب رسوم کردی حالا بفرمایید. بله خانم، خودم هستم، کازم پهلوان. امرتون حاج آقا. خیر حاجی، وسط نماز؟ حتما خیره. اتفاقی افتاده؟ دنیای خدا که پر اتفاق، تا کدومش تو سفره ما باشه. حاج آقا یه جور حرف میزنی دلنگرون میشم. کسی طوری شده؟ خبری شده؟ خبری شد، خبر داره. تو برگرد مسجد از نماز عصر. رو دوباره کردم. چشم حاج آقا. سلام. خسته نباشی. سلامت باشی. مثل اینکه مریضی داری، این حالش به هم خورده. نمره تلفن و آدرس منو داده. اسمتون؟ من کاظم پهلوان. یه لحظه اجازه بدید. بفرمایید. بله بله، من با شما تماس گرفتم. یه آقای تو ترمینال حالش بد شد، آوردنش اینجا. ازش پرسیدم کسی رو میشناسی، کارت شما رو داد که خبرتون کنه. مال شماست؟ بله بله درسته. الان کجاست؟ الان زیر سرم هست. نه عزیزم، شما که خود بهتر میدونی شدنی نیست. دست بالاش 300 کیلو. قانون آقا جونمه، من که نمیتونم رو حرف آج کاظم حرف بزنم. خودش میگه درجه یک ته 300 کیلو، درجه دو بخوای در خدمتم. حاجی اومدی حالیه. شما فکراتو بکن، خبرشو به من بده. سلام حاجی. سلام حاجی. علیکم. این آقا چی میگه بابا؟ چطوری؟ سلام. سلام. پرسم کبلایی چی میگه؟ آخه اصلا نمیدونم در مورد چی حرف میزنم. کبلایی اون شرکت رو لطفا بده. این چی آقا نسته؟ خب این که معلومه، این که چک ماست. شما خودتون گفتین شالی کارالاتو قبل از آخر هفته تسویه کنین، ما هم کردیم. بله گفتم تسویه، گفتم مزد شالیکا رو قبل از اینکه عرقش خشک بشه بدیم که خدا رو خوش بیاد، نه اینکه حساب منو سنگین کنید تو کتاب اون بلایه. بابا رسم کاسبی بلد نیستیم، به درک. مردونگی سرتون نمیشه، به جهنم. حرف انبیا و اولیا سرتون نمیشه، نمیفهمین پای خودتون. ولی تو که بچه منی، یه اون سر سفرم لقمه حلال گذاشتم دهنت. نباید سکم پیش ده اعتبار داشته باشه بابا. خواه حاجه بابا اصلا تا دیگه حرف نزن، مگه تو حساب داره من نیستی؟ من پاد به کدوم آموخت است که دست به حق و نصف آقا جون کاسه؟ حتما اشتباه شد. اشتباه شده، من هم تصویه حساب میکنم که به هیچ عهد و ناسی به دهکار نشم. آقا جون یه دقیقه گوش بده، اجازه بده من توضیح میدم. توضیح تو این بند خداست که یکی و غریب بود، تخت مرسونه بود. نخواستیم آقا، نخواستیم این کاسبی و تجارت رو نخواستیم. کاسبی که توش یه نمه عشق و یه نفس آه باشه به درک اصفل و صافلین هم نمیارزه. جمعش کنیم. ببینم مگه ما با این آقا قرار داد داریم؟ حاجی ما با همه شایکارا قرار داد داریم. اصلا قرار داد این بند خدا رو که خودتون بستین. دیگه بدتر، حرمت و باباتو نگه نمیداری، حرمت این انگشتری که قراره بکنی دستتو، این حجری که قراره بگردونی رو داشته باش. ناسلامتی این حجره بعد از این مال شماست. آقا جون بدت نمیاد، اگه دوباره آمپر نمیچسبونی همه برگاهای حسابداری و پخش هوا کنی، دو کلم بزن واسه توضیح بدیم چی شده. کاغذ قراردادش بیار ببینم. کابل شهرمنده شما بفرمایید.
آرج یه چای شیرین بده کرمایی بلکه زهر کامشو بگیره. دمونم برم نه؟ حالی که اومدی علیک سلام. به نهارت که نرسیدیم شیکم خالی ترچه صفرابار بونو نکنه آجی. صفرای شما بریدنی بود الان دوتا پت بند نبودی. حلوای کدوم یکی از ما رو زودتر بزدن سر چهار سوارسار خدا عالمه. یعنی برم یا بمونم؟ حالا که اومدی بعد سر پا وایسی وا میری بشین رو بفهمی اون قرارداد دستخط خودتونم است. نوشته قاعده هشتون تا آخر این ما باش تصویه کنی. هشتون؟ پس این چک چی میگه؟ خب حاجی ما فکر کردیم کلش همون پنجتونی بوده که آوردن. حالا جای هشتون پنجتون آورده مگه چی شده؟ حاجی ما هم چک همون پنجتون رو کشیدیم دیگه. حتی من یادم ناصر گفت برای اینکه مدیون حاجی نشیم بیشتر بنویس. منم 150 تومن بیشتر نوشتم. خسته نباشی اینجوری که بیشتر بهش مدیون شدی. کربلایی خودت بگو چرا جای هشتون پنجتون آوردی؟ حاج آقا من کشیم این خدمت عرض بودم سیل زدید زمینای همه را ورداشت برد. خدا با من بود که فقط لچک پای زمینم رفته مثل وگرنه به خاک سیاه می‌نشستم. از شما به ما خیلی رسیده. انقدر خربزه شیرین دهن ما گذاشتین که کام ما با این چیزا تلخ نمیشه. راستش توی بیمارستانم هول فرام داشت نکنه سکته بکنم قرض قوله مردم تو گردنم هست. فردا جواب خدا رو چی بدم؟ خدا خیر بده کربلایی. شاب الو این هشتونو با کربلایی تصویه کن. چشم چی پیش پیش میکنی؟ درست به جان بود پش پش میکنی مگه نمیبینی آقا جون چی میگه؟ هشتون که با پنجتون فرق نمیکنه که دست بیه. بله آقا ناصر فرق نمیکنه. آدم وقتی با یکی قرار داد بس مهرش و امضاش و کوبید پای قرار داد با تا آخرش وایسه. آقا ناصر کامیون بار رسید. اومدم شاه بار چیه؟ والا دودی سفارش داده بودم اسماعیل قرار بود فردا برسه ببینم چه جوری امروز اومده. با تحویل بگی. با اجازه. آره جب چک کردی نه؟ درست درسته؟ میانه بگیم امرا ماشین جا بگیم باشه. لابود سب کن لابود نگرش جاوز ماشین رد شه. خدا جون بفهم چرا اینجوری؟ این چه رسمیه؟ مگه پاکت ندیدی؟ چشم شهربنده کربلایی، خدمت شما. دشمن شهربنده حاجا. حاجا اگر راضی نیستی ترا به خدا تو که منو میشناسی. ما 6 ساله با عرق جوین زندگی کردیم. خدا راضی باشی کربلایی، قابلیت نداره. شاب کربلایی رو برسون ترمینال. یا کرایی دروسی هم ارش میگی تا در خونش بره. هرچی هم خواست بهش بده. چشم. ببخشن دیگه ناصر ما بشگی کرده. شما ببخشنش. ایم نداره حاجا. ایم نداره. یعنی این چه کاری آجا؟ آجا ها؟ سر رایی چیز برای بچه ها بکی. آخی شرمده کردی. خدا پشت پناهات سلام برسون. آجی تابستان نزدیک ها بالای تالار با خانواده تشریف بیاریم. حتما انشالله با همدیگه باقلاقه تو یه خودکافه سنجان انشالله اگه عمری بود. حتما دست شما دارم. خیلی میشه. خدا نگهدار شما باشی. یه پا داره همیشه یه پا داشته. هم وقتی یادم مرغت هیچ وقت رو دو پا با نستاده. چند تا پا داشتنش مهم نیست، پا تو چرایی گذاشتنش مهمه. وگرنه هزار پا به قاعده 500 اسب چپار پا داره. ولی وقتی نگاش میکنی باید از حرکت میافته. گفتم برم گفتی بیا تو. حجره ما به این دلمونه درش رو همه بازه. برو سر اصل مطلب حرفتو بگو. میخوام دوباره مجوز بگیرم. خوب کاری میکنی من سرنم را بازه جاده دراز. برو اتحادیه به من چه دخلی داره؟ اتفاقا به تو دخل داره. خودت باطلش کردی خودت هم باید یه جور راست و ریستش کنی. اولا که اون موقع من بازرس اتحادیه بودم. دوما شما کلی خلاف کردی خیلی شکایتی پشتت بود.
هرچی هم گفتیم تو کتت نرفت. کازم خسته همش بدونی بابا همه چی درسته دیگه. حالا دارم چیم یه گونی از اون زیر بده بینیم. این همه گونی برنج یکیش رو با کدی دیدی دونه دونهش مزه میکنی مگه؟ آه؟ منم عین خودت آدم که نکشتم. کاسبی هزار جور بالا پایین داره کازم، خودت که این کاره ای قاطی برنجام جنس ناجور به هم فروختن، اون وقت من باید تاونشو بدم. جنس برنج ناجور باشه خیالی نیست، حرف اینه که جنس و جنم آدم درست باشه. با پسر دعوت شده یقیه منو گرفتی؟ مرد حسابی، اول جنگ که من پسری نداشتم باش حرفم بشه. اون روزم بهت گفتم برام جنس و جنم جور نیست. سر علی گفتن یا نگفتن؟ یادته؟ تا نون از ماست میشه چوب به نش مرده میزنه که چی؟ اون موقع جوان بودیم، هزار جور حکایت داشتیم. خود تو همین بودی؟ تا بهت میگفتن بالای چشت ابروی یقه چاک میکردی یا آدم پوست میکندی؟ که این مثل حالا سرت مینداختی زیر و صلوات میفرستادی؟ خونه نشینی بیبی از بیچادری نیست. الان هم پاش بیفته دستم به حق میره، من تا الان سبک سنگین میکنم بلکه حق و ناحق و درست تشخیص بده. بابا ببین این بارا که امروز میرن هیچی 135 تاشو نشون بذار هم بار واسه هفته دیگه کار دارم. چیه؟ حالا درخونی میکنی که من به حقم نرسم؟ حق؟ کازم ببین میخوام کار قانونی کنم، احتیاج به مجوز دارم، حقمه. گفتم که برو اتحادیه، والا من از مای روز پارسال تا حالا دیگه هیچ کارم. اما حرف در رو داره، هم بازرس بودی هم تو شورای مرکزی. ببین کازم، شهیدی میگه حاج کاظم ضمانت تو بکنه فلفور جوازتو میدن. آقا سید نسبت به ما محبت داره، کمی هم شلوغش کرده، من عادت کردم با شیطون تو جوال نرم. کاظم مردونه کمک کن جوازمو بگیرم. مردونگی کنم که تو در حق مردم نامردی کنی؟ آقا برام من دوست داشته باشم دستتو نمیدم ببری کلانتری. قصاص قبل جنایت میکنی کاظم. آورم دوستی از سیاست سیاه. اگه اون سوالا منو لو نداده بودی دوستی منم الان سیاه نبود. آورم اون اسمش لو دادن نبود، دنجام و وظیفه بود. روزی که برنج تو بازار حکم زعفرون داشت تا گونی گونی برنج میگرفتی و احتکار میکردی. اگه من نمیرفتم میگفتم که میشدم مثل تو و امثال تو. مردم جواناشون رو پای خاک میدادن که دست صدام به ناموس و مملکتشون نرسه. بعد تو هم پالکیات برنج و قند و شکر و هر چی که بود احتکار میکردی، جنس کپانی رو میگرفتین دل پهنا به شکل آزاد میدادین دست مردم. بعد اون روز فکرش میکردی جوانای مردم دم توپ میرفتن که تو زندگیشون رو به توپ ببندی. اون روز هم بهت گفتم گوش نکردی برام، پس من تو رو لو ندادم، انجام و وظیفه کردم. اینه بکن آزه گوشت بازی. من سال هاست همه چی رو بسیدم گوشتم کنار، الان من موندم یه حجره فسقلی، یه خط تلفنی همیز، همین اینم حقم نیست. من سرنم، من چی کارم؟ ما با هم حرفی نداریم ولی زالی.
سلام مادر. سلام ماما. قربونت برم. خسته نباشی. شما خسته نباشی. چقدر قشنگ شده. خوبه. خیلی نداشتی. عالیه عالیه. یه دقیقه صف کن. چیکار میخوای بکنی؟ صف کن. اینجا نگاه کن. خیلی هم خوبه. شما تو عکسی اصلا این گل جلوه‌ای نداره ها. خیلی خوب. اینقدر زبون ندی. خیلی خوب شده. فقط مواظب باش کسی نبینه. نبینه؟ چی فکر کردی؟ من فردا چاپ میکنم صفحه اول مجلم بود. سلام آقا جون. سلام. علیک سلام آقا جون. چرا قد زود اومدی؟ دلخوری بابا. میخوای برم یه ساعت دیگه بیام. مریم بود برو یه چایی دم کن. بود جواب سلام ما رو نمیدی حاجی؟ بیا بیا ببین اصاب چه گلایی گرفتم دارم میکارم. حاجی ببین چه پامچلایی کاشتم، رنگ و وارنگ، زرد و صورتی و سفید و بنفش و خوشگله نه؟ آره خوبم، خوشگله قشنگه. طوری شده؟ دلم خوشی که اولاد بزرگ کردم. چی شده؟ دلم آشوب شد، بگو دیگه. بعدی اون سر بلندی، حالا با جلو هر کس و ناکسی گردن خم کنم. مگه چی شده؟ هیچی. آزادت حق و ناحق کرده، پول شالی کارو کم گذاشته. حتما اشتباه شد. چی؟ دستش به چورت که هست فکر میکنه خیلی زرنگه. من نمیدونه آه آدم ها دودمان اونو به باد میدن. من بچه‌م رو میشناسم، حتما از قصد نبوده. بدبختی اینجاست که خودش هم گردن نمیگیره، دائم خودش میکشه تو سایه که با من چشم چشمشه. من نمیفهمم، من با یه نگاه میتونم بفهمم کتنه کیه. کاظم حتما روشن نبوده. ناصر هر چی باشه مال مردم خور نیست. فاطمه به رسول الله هزار بار بهش گفتم بابا پول شالی کارو باید پیش بدی تا چشمش به آسمون آبی خدا باشه و حواسش پی کشت و کار، نه چشمش به دستای من بنده تقصیر کار باشه. صد بار بهش گفتم ما سلف خر نیستیم، کاغذ می‌نویسیم، شریکشون می‌کنیم. خودتم می‌دونی معامله دو سر داره، یا سود و منفعته یا ضرر زیانه. به قول قدیمی ها شام عروسی هر کی میخوری باید رخت عزاشم بپوشی. سیل اومده هست و نیستش برده، تقصیر اون که نبوده. با تو اون بده خدا رو خوش میاد. اصل حرفا بگو. امروز بنده خود کبلگی تو ترمینال قش و زفت میره. وقتی رفتم مرز خونه رو تخت دیدمش با اون حالت زار و نزار، قلبم داشت از جا کنده میشد، دلم میخواست سرم بکوبم به دیوار. نه به خاطر دوغرون پس و پیش شدن حسابشا، نه به خاطر بچه بازی های ناصر. تو رو خدا اینقدر اعصاب خودتو خورد نکن. سلام. سلام مادر جون، خوش اومدی. قربونت برم الهی. خسته نباشی. چقدر خوشگل. خوبه؟ بله خیلی گله خوشگلی. سفارش آقا جون بوده؟ بله. آقا جون خیلی خوش سلیقه است. معلومه. همیشه بوده. راستی شما که تشریف بردین بیرون این حاج آقا شهیدی باهاتون تماس گرفت. کارتون گفتین اینا تا کی گل میدن؟ اینا فصلی هست، اگه خوب بهشون برسیم خیلی خوب میمونن. آقا جون داشتم خدمت شما عرض میکردم، گفتم تشریف که بردین این حاج آقا شهیدی تماس گرفت باهاتون کار داشت. ظاهرم بعدیه گل به اینه که همی اگه شهادت کنی پر میشه و تمام میشه. این دنیا هست آقا جون. شما خودتون اختیار حجره رو سپردین دست من، گفتین هر کاری که صلاح میدونی انجام بده. من هم هر کاری میکنم به خاطر حساب کتابای همونجاست. همین. تو را تیشه دادم که هیزم شکن، نگفتم که دیوار مسجد بکن. اول از نام خدا
اجازه بزرگترا، آقایون، پهلوونا، سادات، امشب میخوایم کرم مرتضی علی گل ریزون کنیم واسه کسی که از اسب افتاده و از اسب نیفتاده. یه مرد که برای کسب حلال بختک نزول افتاده رو زندگیش. هرچی کرمتون بیشتر، به حق کریم دو عالم مرتبتون بالاتر. بر جمال محمد صلوات. آقایون بفرمایید. هر کی کرمش هست یا علی دریغ نکنه. مرشد خیر و برکت ببخشه. محمد و آل محمد صلوات. سلام بر مرد بزرگ، کاری کردی کارستو. امروز از ظهر به بعد هر کی این در اومده تو صحبت تو بوده. واقعا شیر مادر حرارت خوب دماغ این یارو قاچاق شیر مادر جگرم آلومه. مکرفم، یه عرضی داشتم آقا بود. دستور عرض کنم خدمتتون که یه شاگرد میخوام بسپرم دستت که چش ازش ور نداری. بچه یتیمه، هر کاری هم که بهش دادی خیلی مهم نیست، فقط میخوام اینجا باشی، خیالم راحت باشه، خراب نمیشه. زخم خورده همون ساقی نامردیه که امروز به قول شما مالوندمش تو هم. بفرشش بیا، خیالت راحت. دست درد نکنه، حقوق موقعش هم با خودم ها، اگر یه بار نشد. خیلی مخلصی، بچه محصله، گفتم اینجا باشه خیالم راحته. بالاخره قهوه خونه ای که قلیون توش نباشه نوبره. او بعد فردا صبح بیاد خیالت هم تخت باشه. اینجاست، بیلاد. بیا اینجا. سلام. هرچی آقا گل میگه، میگه چشم. کیفن؟ چشم آقا. آقا مسئول، برو بشین خیالت را. دست شما سفر. قربونت برم. یا. برو آقا جو. چطوری؟ میزونی؟ نه. نمیدونم با خودم چند چند دارم. دست در برم. شایی تو بخور، بهت میگم. میخورم، بگو. مادر فرشته بعد از مجلس ختم زن داداشم رو گرفته به حرف و مخشو خورده. خوب که چی؟ که خوبیت نداره اینا چند سال عقدن. یا فرهاد بیاد دست فرشته رو بگیره ببره سر خونه زندگی، یا خود به عقد رو پس میخونه. براست میگه یه فرهاد جان چند سال دست زن تو بگیره ببره خونت دیگه بابا. کدوم خونه؟ خونه آقا که روز سوار لگن میذارم زیر پاشو ملافشو عوض میکنم؟ اون وقت فرشته لگن رو داره یا ملافه ها رو عوض کنه؟ یه چیزی میگی محسوب؟ نمیشه که. حاضر ببینم، تو خودت باشی دختر میدی به یه آدم عاجز علیل که روزگارش اینه؟ بازم ناشد. خسته شدم، خدا خسته شد. این بابای امام نه اینوری میشه نه اونوری، نه پا میشه را بره نه اینکه میمیره ما رو راحت کنه. اولاق داری راجع بابا حرف میزنی ها؟ خدا کم آوردم دیگه مسعود، کم آوردم. من یه رفیق املاکی دارم، نیست بارم یه اتاق ارزون گیر بیاره نزدیک خونه بابات، کم بتونی به اون سر بزنی هم خونت سوا باشه. ها؟ نمیشه. چرا؟ قول دادم خونه دربست بگیرم. تازه فکر میکنی دنبال خونه نگشتم؟ صد جا رفتم ولی نمیتونم، یعنی زورم به پول پیشش نمیرسه. چقدر کم داری؟ خیلی. خیلی یعنی چقدر؟ یعنی اینقدر که زورم نمیرسه.
سلام حاجی، خسته نباشی. علیکی سلام فاطمه خانم، مونده نباشی. بفرمایید. چشم. بفرمایید. دست شما درد نکنه. چایی هم دم کردم الان میارم. ممنون. دست درد نکنه. خواهم یه دو کلوم باهات حرف بزنم. اگه قضیه یه وساطت مادریه بذار واسه یه وقت دیگه. دیگه بعد از یه عمر زندگی میدونم کی وساطت کنم کی هیچی نگم. خیره ایشالله. باز چی شده؟ سرم دم کرده، راه به حال بچه هام نمبرم. تا بوده دنیا همینجوری بوده دیگه، نداشتن بچه یه درده، داشتنش هزار درد. ناشکری نمی کنم، ولی آخه اینجوری هم که نمیشه. امروز حکایت ناصره، دیروز حکایت نخواستیم اولاد شدی تو نمونی بطور. حاجی اسمشو که نبردم، بردم. گفتی تا برنگشته کسی اسمشو نبره. منم که نبردم، فقط گفتم ناصر. نکنه اسم اونم قدغن شده، من خبر ندارم. خب تو خطا کرده، بچگی کرده، جوونی کرده، اصلا هرچی شما بگی. یزیدم واسه مادرش عزیز بوده. خب دست خودم نیست، دلم بر بچم تنگ شده. فاطمه، در خونه من هیچ وقت رو هیچ کسی بسته نبوده، علل خصوص مسعود. اگه اینجا نیست حتما خودش نمیخواد. کامیون از این برنجا سوا کنید، یه جوری هم بچینه این کامیون های دیگه اومدن تو هم گره نخورم. چشمو یا علی. آقا رجب. بله بابا. رجبنا بفرمه. اینا چیه؟ این بار مال کیه؟ مال ناصره بابا، جمعه آورد گذشت اینجا، امانته. امانته؟ آقا جون، ببخشید، من یادم رفت بهتون بگم این بار امانته یکی از دوستان به فعلا گذاشتم اینجا. آقا ناصر، چند بار بگم تو این دور زمونه امانت داره خیلی سخته، زودتر این امانته رو رد کن بره. بعدشم، بعد نیست با منم یه سلام مشورتی بکنیم. چشم باشم بچه بچم بودو تو اینا رو همه رو ببینید تر همه یه دقیقه باشه عجله نکن عجله نکن بیار اینجا سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. عجبی از این طرفا. حله. دستشون در نکن. انجام شد. من میرم بیرون جنگی برمیگردم. عباس. برو به سلامت. یک کلام کوتاه بیا. هر دوره حکایت خودشو داره حاجی. بله. ولی من برنمی‌گردم. کلن سقاجی رو با نبستن. اون اتحادیه بدون منم چرخش میچرخه. سند و مدرکش هم شمردنیه. ما قبلنا چند عضو داشتیم؟ الان چند عضو داریم؟ این چه حرفیه میزنی حاجی؟ ما 30-40 سال پیش چند تا کاسب جوازدار داشتیم؟ حرف شما متین آقای اسحاقی. ولی من دیگه برنمی‌گردم. گفتیم بیا شورای مرکزی، گفتیم سمعم و طاعتم. من الان دیگه پای ما رو وسط نکشین تو رو خدا. حاجی بگو ما چقدر پیش شما رو داریم. شرمنده‌ام آقای شهیدی، اتحادیه که بوند و هوا باشه من پا توش نمیذارم.
جواز قانونم باطل کردیم، با یه تبصره رفته سینه دیوار. قانونی که خودش با تبصره خودش رو دور بزنه قانون نیست. کشک برادر من، کشک. ما به درد جماعت امروز نمیخوریم حاجی. یا چند وقت گفتیم بیا بازرس اتحادی بشو، ما هم گفتیم بچشم، اما حالا دیگه ما رو ول کنی. ما گفتیم نیستیم، شما بگین نیست. شما رو به خیر و ما رو به سلامت. چایتون سرد نشه. خب با اجازه هاش. خداحافظ. سلام جو. علیک سلام. چه کردی؟ الان دارم از حوزه زیا میام. خب قبول نمی کنه چی خیلی نامرد. کلشو میخواد. الو. ببخش شما. سلام آقا شهاب، من مریم هستم. سلام مریم خانوم. ببخشید من به جا نیاوردم ها. خوب این که ایشالله. خیلی ممنون. آقا جونم هستن؟ حاجی؟ بله حاجی هم هستن. تو حیاتن، همین الان میرم صداشون میکنم. یه لحظه گوشه خدمتون باشه. نه نه نه، نمیخواد. بیرونن که من بعدا زنگ میزنم به موبایلشون. خیلی ممنونم. خداحافظ. خواهش میکنم. خداحافظ. چرا قطع کردی؟ میخواستم به بابات بگی به رجب بگه یه کیلو سمنو از 400 بگیره. آقا جون نبود. خب به ناصر میگفتی. ناصرم نبود. شهاب بود؟ بله. من برم نیم ساعت دیگه باید دفتر روزنامه باشم. باش. برو سلامت. مراقب خودت باش. مریم؟ بله. یادت نره عکس من بزنی صفحه اول روزنامه‌تون. عاشقم یه حرفاتم. خداحافظ. حاج آقا خدا ما رو ببخشه، باور بفهمید زمانی که گفتن انبار حاج کاظم رو باید بگردید از تعجب شاخ در آوردن، گفتم مثلا امکان نداره. آج چرا؟ کارتون معقول و به قاعده است. همین که زود اومدیم واسه بازرسی خودش خیلی حرفه. من خودم قبلا بازرس اتحادیه بودم. بله حاج آقا شما بزرگ سنف هستید، باور بفهمید من نمیدونم، بعضی هم که مریض هستن نمیتونن آدم خوشنام و آبروداری مثل شما رو ببینن. بلش کن. های سعیدی. های سعیدی. بله. چیزی شده؟ حاج آقا ببخشید. بفرمایید. چی شده؟ شما مطمئنید؟ حاج آقا شما برنج خارجی که کار نمی کنید؟ استغفرالله. یعنی این مجوز بهداشت و برگ گمرک هم دارید؟ مجوز بهداشت که داریم، ولی برگ گمرک باز چی؟ پس با این حساب برنجایی که تو انبار قاچاق هم. بدون تو چیا کشیدم من، خوشی ولی خوشی ندیدم من. تو اول